بسیار خوب. به هر حال من کوشش میدم سوالا رو طوری پرسشا رو داشته باشم که اگر شما هر بار نشدیدین حداقل با این نقص فنی مشکلی نداشته باشیم پیش بریم. امروز میخواستم با آقای دکتر نوریالا و آقای شهبانی در مورد تشکیل حزب سکولار دموکرات ایران صحبت کنم. ولی پیش از اینکه وارد این موضوع بشم دست کم به یک موضوعی که امروز رسانه‌های دنیا رو در مورد ایران به خودش جلب کرده اشاره کنم. گاردین مقاله‌ای داره در مورد این نویسنده جوان ایرانی خانم گلرخ ابراهیمی و اشاره میکنه که گلرخ ابراهیمی فقط برای اینکه یک داستانی نوشته که هنوز منتشر نشده در مورد سنگسار چیزی نوشته و منتشر نشده به 6 سال زندان میدن و همسرش آرش صادقی هم 19 سال در زندانه. گاردین در پرسشی داره از تمام فعالان حقوق بشر و از حکومت جمهوری اسلامی که چرا چنینه. اگر مسئله اونچه که اعلام میکنن به خاطر سنگسار نیست و به خاطر نوشته ایشون نیست، اونچه که در مورد 5 سال به خاطر علیه تحریم حرکت کردن و 1 سال نشر اکاذیب، اینا از اون چیزای تکراری است که همیشه منتشر میشه. و اگر در مورد کتاب ایشون، کتاب که هنوز منتشر نشده، به هر حال گاردین خیلی سعی با این موضوع پرداخته. امیدواریم که کوشندگان حقوق بشر هم بهش بپردازن. و دیگری مسئله خانم نرگس محمدیه که ایشون هم دادگاه تجدید نظر 16 سال به ایشون زندانی میده. شما نگاه کنید، در مورد اول 19 به اضافه 6 25 سال، یه زن شوهر جوان 25 سال از زندگی، آغاز زندگی مشترکشون محروم میشن. خانم نرگس محمدی هم حالا بهشون 16 سال دادن، همسر و دو فرزند کودکشون که دو قلو هستن اونها هم از مادر محروم میشن. این یعنی عدالت جمهوری اسلامی؟ ایزه بدین چون مهمان جوانی داریم، اول از ایشون در مورد این زندانی شدن گلرخ ابراهیمی و نظرشون رو داشته باشیم، سپس آقای دکتر نوریالا رو پرسش میکنیم و بعد میریم سر قضیه حزب سکولار دموکرات ایران. آقای شهبانی در خدمت شما هست. راستش من این اخباره که دنبال میکردم در مورد حبس های طویل المدت برای ابراز عقیده افراد، دقیقا من رو یاد حبس های طویل المدت در اردوگاه های کار اجباری شوروی میندازه و اختی آدم نگاه میکنه 19 سال زندان، 16 سال زندان میتونه به طور کامل زندگی فردی رو نابود بکنه. و به عقیده من تنها دلیلی که جمهوری اسلامی حکم اعدام برای این افراد صادر نمیکنه این هستش که ترجیح میده اونها توی زندان باشن تا اینکه اعدام بشن. چون من فکر میکنم که از نظر جمهوری اسلامی شخصی که اعدام میشه میتونه به قهرمان تبدیل بشه، ولی شخصی که به زندان میفته میتونه باعث ترس باقی مردم بشه که اگر ابراز عقیده بکنن میتونن به چنین زندان‌های طویل المدتی بیفتن. و به عقیده من این واقعا ضربه سنگینی به زندگی افراد هست. هیچ چیز مهمتر از زندگی مردم بیگناه نیستش و هر کاری که میشه برای آزادی این افراد باید انجام داد. من این وضعیت رو مثل گروگانگیری میدونم. سپاسگزارم. آقای دکتر نوریالا در خدمت شما هستیم که نظر شما رو بپرسیم و سپس بریم بر روی حزب سکولار دموکرات. بله، عرض کنم که من متاسفانه صدای آقای شهبانی رو نداشتم که بدونم ایشون چی میگن، ولی من فکر میکنم که رابطه مجازات و ترس در جمهوری اسلامی رابطه مشخصی شده. یعنی که واقعا وقتی که ترس برشون میداره، برای اینکه جلوی هر حادثه ای رو بگیرن، میزان شدت عمل خودشون رو بالا میبرن. امروز ما یک طنزنویس برجسته‌ای داریم به نام آقای علیرضا رحیمی، حمیدرضا رحیمی، که در این سایت ما معمولا روزهای دوشنبه مطلبی می‌نویسه با اسم فدوی. ایشون نوشته بود که به نظر من حکومت اسلامی نسبت به این خانم نویسنده لطف کرده، برای اینکه اگر اجازه میداد کتابش منتشر میشد اون وقت مجازاتش اعلام میشد. اینا برای اینکه لطف بکنن قبل از انتشار مجازات کردن. و هم من همیشه این گونه تجربه من این بوده که این ترس حکومت اسلامیه که بر شدت اعمال فشارشون بر مردم اضافه میکنه.
خب سپاسگزارم آقای دکتر. با فرض این مشکلی که داریم که صدای شما و آقای شهبانی صدای همدیگر رو نمیشنوین، من سوالا رو طوری مطرح میکنم که شاید خیلی نیاز نباشه که صدای همدیگر رو شنیده باشین. به این ترتیب آغاز میکنم با خود شما آقای نوری علا، برای اینکه پیش از اینکه کنگره شما تشکیل بشه در هامبورگ با شما گفتگو کردیم در مورد تشکیل کنگره و اینکه دستاوردهایی خواهد داشت. البته در اون گفتگو شما اشاره نکردین که ممکن است که این حزب تشکیل بشه و به این ترتیب به سوی حزب رفته بشه و ما همواره دنبال این بودیم که چه چیز تازه‌ای، تا اینکه مسئله مشخص شد و من هم تصاویر و فیلم‌هایی رو که سخنرانی‌های هامبورگ رو دیدم و حال در تارنمای شما هم که نگاه می‌کنیم از انتخابات و اینکه حزب جدیدی هست به اسم حزب سکولار دموکرات ایران، و خواهش میکنم در این زمینه برای ما گفتگو کنیم تا برویم بعد دوباره سراغ آقای شهبانی. بله، عرض کنم که ما چون سعیمون این بود که مبادا تشکیل این حزب از اهمیت کنگره بکاهد، فکر کرده بودیم که قبل از تشکیل کنگره این حزب اعلام موجودیت نکنه و در جریان تشکیل کنگره نماینده حزب بیاد اونجا مثل همه احزاب و سازمان‌های دیگه که پیامی به کنگره میدن، این شخص هم بیاد و اعلام موجودیت این حزب رو بیان کنه. قبل از اینکه وارد بحث بشم، شاید ذکر این نکته بد نباشه که وقتی که ما خواستیم این کنگره مؤسس حزب سکولار دموکرات ایرانیان، نه ایران، رو عرض کنم که برگزار کنیم، طبق اساسنامه‌ای که نوشته شده بود قرار بود که رئیس کنگره رئیس سنی کنگره باشه. در نتیجه از همدیگه پرسیدیم که هر کسی سن خودش رو لو بده و در پایان معلوم شدش که بنده مسن‌ترین عضو این حزب هستم. حالا می‌بینم که به ابتکار حضرت عالی جوان‌ترین عضو این حزب هم امروز آقای آریو شهبانی که اخیراً به حزب، یعنی بعد از کنگره سکولار دموکرات ها به حزب پیوستن، تشریف دارن و بنابراین این پرانتز سنی که با بنده شروع شده بود با ایشون امروز بسته میشه و من خیلی خوشحالم که در کنار یک جوان برجسته، مطلع، دانشمندی مثل آریو در این برنامه شرکت دارم و ما با همه پیر و جوانیمون در مورد آینده ایران و افق پیش روی خودمون به اشتراک عقیده و عمل رسیدیم. و اما عرض کنم که ما از سال گذشته که در فرانکفورت کنگره سکولار دموکرات های ایران برقرار شد، ما به این فکر افتادیم، عده‌ای از ما به این فکر افتادیم که بقیه کسانی که میان و در کنگره شرکت میکنند هر کدوم اعضای یک سازمان یا حزبی هستند، حزب پانیرانی است، نمیدونم حزب مشروطه و غیره و غیره، و در فردای فروپاشی حکومت اسلامی هم این احزاب سیاسی هستند که وارد عرصه سیاست میشن، به مبارزات انتخاباتی و اینها میپردازند. و ما سکولار دموکرات های منفرد در این جریان نقش و جایی نخواهیم داشت. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بهتر است که ما سکولار های منفرد هم که عضو هیچ حزب و دسته دیگری نیستیم، بیاییم برای خودمون و حزبی تشکیل بدیم که واقعا سخنگو و بیانگر آرزوها و آمال سکولار دموکراتیزم در ایران باشه. و این منتجی به این شدش که بنده حدود 20 نفری رو از اعضای منفرد سکولار دموکرات که میشناختم دعوت کردم و این طرح رو با این دوستان در میان گذاشتم. برخیشون پذیرفتن، برخیشون گفتن که ما اعتقاد به کار حزبی نداریم. و عرض کنم که من البته خودم هم در طی سالهای گذشته هرگز به این فکر نمی کردم که در خارج از کشور می شود حزبی به وجود آورد، به خاطر اینکه روی تعریف عام حزب، حزب یک تشکیلاتی است در داخل یک کشور که قانون اساسی اون کشور رو قبول داره و برای رسیدن به قدرت دولت
یا مجلس اقدام میکنه و مایی که نه دولت رو قبول داریم نه حکومت رو قرار داریم و خودمون رو انحلال طلب میدانیم و در خارج کشور هم در انتخابات نمیتونیم شرکت کنیم، پس نمیتونیم حزب داشته باشیم. اما در این یک ساله گذشته بین دو کنگره بالاخره به این نتیجه رسیدیم که اگر فردا دری به تخته بخوره و حکومت اسلامی منحل بشه، تازه اون وقت باید نشست و چنین حزبی رو به وجود آورد. حال اون که ما میتوانیم در واقع این تشکلی رو که در نظر داریم در سه دوره مختلف با وظایف مختلفی به وجود بیاریم. در این دوره خارج از کشور و پیش از انحلال حکومت اسلامی ما اسمشو گذاشتیم دوران پیشگامی و ما در این دوره در واقع هم همدیگر رو میشناسیم، به هم وصل میشیم و هم میاندیشیم که فردا اگر یک حکومت سکولار دموکرات در ایران بخواد به وجود بیاد، این در زمینه‌های مختلف چه کار میخواد بکنه. و در نتیجه این تشکل به ما اجازه میده که ما صاحب برنامه‌ای بشیم که بعد از انحلال حکومت اسلامی همین جوانایی که با ما هستند و به ایران خواهند رفت بتونن برنامه‌های خودشون رو ارائه بدن، هم در عرض کنم که دوره دوم که دوره دولت موقت است و نوشتن قانون اساسی جدید در ایران مؤثر باشند و هم پس از اینکه قانون اساسی جدید تصویب شد بتونن به عنوان یک حزب سیاسی با احزاب دیگه وارد عرض کنم که مبارزات انتخاباتی و رقابت‌های انتخاباتی بشن و اگر مردم برنامه‌های اونها رو بیشتر پسندیدن، خب برای 4 سال نمیدونم 8 سال به اونها امکان میدن که بیان برنامه‌هاشون رو اجرا کنن، اگر هم نپسندیدن خب میرن سراغ یک حزب دیگه. یعنی یک فضای دموکراتیک که درش حزب هست که بیانگر عقاید هست نه شخص خاصی. در نتیجه ما موفق شدیم که در فاصله 2 تا کنگره سکولار دموکرات ها این حزب رو به وجود بیاریم، مرامنامه‌ش رو بنویسیم، اساسنامه‌ش رو بنویسیم، نقطه نظرهای کلی سکولار دموکرات رو مطرح بکنیم و در جریان کنگره هامبورگ و دوست نا آقای منوچهر یزدیان از طرف حزب بیانیه اعلام موجودیت حزب رو خوند. سپاسگزارم آقای دکتر. پیش از اینکه شما رو برم به سوی آقای شهبانی، فقط به این اشاره بکنم که البته در نخستین کنگره در اون زمان که تشکیل شرط رئیس سنی فکر میکنم در واشنگتن، آقای دکتر اسماعیل خویی به هر حال جلسه رو آغاز کردن، ولی این بار غیبت ایشون در اینجا موجب شده که جابجا بشه از نظر سنی. ولی وقتی من حالا در نظر میگرفتم، واقعا وقتی دیدم که آقای شهبانی به عنوان یه جوان گوش کردم سخنرانی ایشون رو، یعنی کلیپی که ایشون صحبت کرد و برای من دوستان فرستاده بودن، دوست مشترکمون آقای سعید بهبانی همه برنامه ها رو برای من فرستاد و من یکی یکی داشتم نگاه میکردم، گفتم خب تمام محض ما همیشه این است که اگر ماها که برای سن سالی ازمون گذشته داریم وارد یک کنش میشیم، همیشه بحث این است آقا چگونه جوانا رو جذب میکنی، جوانا هستن نیستن، راه بازه را. حال با دیدن ایشون و نگاهی به سخنان ایشون و اون چی که ایشون مطرح کرد، من راستش بسیار شادمان شدم که ایشون رو داشته باشم در کنار شما و این نشون دهنده این خط منحنی بزرگ و گسترده باشه و سپاسگزارم که پذیرفتین که با هم باشه. بفرمایید. ببینید، اولا اون مسئله ریاست سنی مربوط میشد به کنگره حزب ما، نه کنگره سکولار دموکرات ها. ما هر سال در کنگره سکولار دموکرات ها یک رئیس افتخاری داریم که اولینش آقای دکتر خویی بودن، بعد دکتر آموزگار شدن، امسال هم آقای دکتر شاهین فاطمی انتخاب شدن به عنوان رئیس افتخاری کنگره که متاسفانه به علت بیماری نتونستن در هامبورگ حضور پیدا کنن و پیامی رو فرستادن. ولی این نکته رو من به شما بگم که بگم چقدر من هم در خوشحالی شما با شما شریک هستم، به خاطر اینکه از روزی که این حزب اعلام موجودیت کرده، ما تعداد جوانانی که به ما می نویسن و میگن ما منتظر به وجود آمدن چنین حزبی بودیم روز به روز بیشتر میشه و
در عرض این یک ماهی که از اعلام موجودیت حزب گذشته، هر کس به حزب ما پیوسته در واقع زیر 30 سال بوده و این برای ما جای بسیار خوشحالیه که بتوانیم میراث سکولار دموکراسی رو تحویل نسل جوان کشورمون بدیم و امیدوار باشیم که اینها این مشعل رو زنده نگه بدارن. سپاسگزارم. آقای شهبانی عزیز، شما، من نگاهی به گفتارتون کردم و در برنامه بسیار دقیق و بسیار منطقی صحبت کردین، بسیار فراگیر بود. مشکلی در این که پرسش برانگیز باشه این یعنی چی اون یعنی چی نداشت، و گذشته از این مسئله جوان بودن شما، به بینندگان ما که در ایران میبینن این برنامه رو، این پیام رو میده. برای اینکه من بارها در این چند سال که چه با آقای دکتر نوری‌الا چه با دیگر دوستان در برنامه‌های مختلف در مورد مسئله سکولار دموکراسی صحبت کردیم، از ایران از سوی دانشجوها بسیار ایمیل دریافت میکردیم که خب شما که همه آدمای مسن در این زمینش صحبت میکنین، حضور شما من به فکر میکنم که بهترین پیام رو به جوانان در ایران میده. و حالا از خود شما میخوام بگیم بپرسم که چرا وارد این حزب شدین، چرا این گرایش رو دارین رشد میدین و علاقمند هستین که آینده ایران آینده سکولار دموکراسی باشه، یعنی این جنبش در ایران رشد بکنه، گسترش پیدا بکنه و موضوع سکولار دموکراسی حرف پایه‌ای در ایران باشه. بله، من به این دلیل علاقمند به فعالیت در این حزب شدم، اول از همه به خاطر اینکه این رو یه فرصتی میبینم برای اینکه به عنوان یه جوان ایرانی بتونم کار عملی بکنم در راه رسیدن به این هدف. حالا چرا هدف سکولار دموکراسی رو برای ایران مناسب میدونم؟ به خاطر اینکه یک سکویی هست برای یک کشوری مثل ایران که همه عقاید در اون اجازه پیشرفت داشته باشن، و به نظر من بسیاری از مشکلات تاریخی که ما در چند صد سال اخیر در حکومت‌های مختلفی که بودن داشتیم رو حل می‌کنه، و این فرصت برام اینه که از هر عقیده‌ای در قرن 21 بتونن توی ایران با همدیگه در صلح و صفا زندگی بکنن. بنابراین این مرام نامه این حزب رو که در وبسایت حزب موجوده من خوندم و به طور کامل باهاش موافق بودم، و چیزی نبود که در اون که من باش مخالف باشم و بگم چرا این اشتباه اتفاق افتاده. تمام اون چیزهایی که من فکر میگم برای سیستم ایدئال برای ایران میشه در نظر گرفت در مرامنامه حزب بودش، و به همین دلیل خب اینو بهترین فرصت دیدم که بتونم در عمل کاری برای کشورم بکنم، نه اینکه فقط از وضع موجود ناراضی باشم و بتونم اعتراضم و اینترنتی اعلام بکنم، بلکه بتونم در عمل یک کاری بکنم که این اتفاق برای ایران بیفته. من یه چیزی هم بگم، صدای آقای نوری‌الا رو الان میتونم بشنوم. سپاسگزارم، فکر کنم که مشکل حل شده باشه. پیش از اینکه دوباره با آقای نوری‌الا گفتگو رو ادامه بدم، به یک نکته اشاره، چقدر شما به عنوان فردی که خودتون پیوستین به یک حرکت سکولار دموکراسی، وارد حالا یک حزب شدین، این مسئله رو همونطور که خودتون بیان کردین برای ایران و آینده ایران ضرورت می‌بینین، چقدر فکر می‌کنین در خارج از کشور می‌شود جوانان رو برانگیخت، جذب کرد و به عنوان یک حرکت جمعی و گروهی روی مسئله کار کرد و پیام قویتر و بیشتری به ایران فرستاد؟ ببینید، در خارج از کشور چند تا مانع اصلی وجود داره برای ایرانی‌های جوانی که خارج از کشور هستن. مسئله اول اینه که وقتی کسی از ایران مهاجرت میکنه، من در کنگره از این مسئله، کنگره سکولار دموکراسی هم این مسئله اشاره کردم که وقتی جوان ایرانی از کشور مهاجرت میکنه، در اکثر مواقع زندگی رو باید از صفر شروع بکنه. واسه همین اکثر جوانهای مهاجر ایرانی خیلی درگیری‌های شغلی و تحصیلی زیادی دارن. این مانع اول. دوم اینه که در سر تا سر کره زمین ما پخش شدیم، بنابراین یه مقدار کار دشوارتر میشه. اما با این وجود همه ما در واقع، همونطور که اخیرا من در صفحه فیسبوک آقای نیکوهنگ کوثر اینو خوندم، خیلی حرف جالبی بود، میگفت همه ما که از ایران به خاطر وضعیت وخیم جمهوری اسلامی مهاجرت کردیم خسارت دیدیم، و الا اگر ایران کشور خوبی بود و حکومت درستی داشت همونجا میموندیم. بنابراین این بزرگترین انگیزه است برای همه جوانایی که مهاجرت کردن، که اگرچه مهاجرت کردن توی کشور سکولار دموکراتیک دارن زندگی میکنن، ولی حقی است که ازشون اجحاف شده، و این بزرگترین انگیزه است که به
یه همچه حرکت سیاسی برای اصلاح وضع کشورشون بپیوندن. اما از طرف دیگه جوانایی که داخل ایران هستن همچنان انگیزه خیلی زیادی به نظر من دارن برای اینکه بخوان واقعا یه کاری بکنن. و زمانی که این حزب نبود، من یادمه که یه بار توی اینترنت گشتم ببینم از طریق اینترنت آیا وبسایتی هست که یه حزبی باشه که اهدافش سکولار دموکراسی باشه برای ایران، نه اهدافش آوردن یه شکل ایدئولوژیک حکومت دیگه، و خیلی اطلاعات کم و محدودی بود و من فقط یه وبسایت یه حزب پیدا کردم که به اون حزبم خودم شخصا یه پیغامی دادم، ایمیل یعنی فرستادم، و هیچ وقت جوابی هم دریافت نکردم. این هستش که الان در حال حاضر می‌بینم اولین کاری که باید خیلی روش تمرکز بکنیم اینه که یک حزب سکولار دموکراسی که تشکیل شده بشه در ارتباط اینترنتیش پایدار و برقرار باشه، یعنی ایمیل ها مرتب چک بشن، چون یه جوانی که تو ایرانه از طریق اینترنت ارتباط برقرار میکنه، نمیتونه حضوری ببینه افرادو. و من فکر میکنم چه برای جوانایی که داخل ایران، چه برای جوانایی که در خارج از ایران هستن، اینترنت اولین وسیله ارتباطی با چنین حزبی برای اشتراک اونو در این حزب میشه. سپاسگزارم. آقای دکتر نوری علاش، با توجه به این کاری که صحبتی که آقای شهبانی میکنن، یه مقدار کار این حزب گسترده تر و مسئولیتش بیشتر میشه برای اینکه حالا از این سو نقش آموزشی حتی برای اون سو داره، یعنی میتونه فقط مسئله پیام دادن نیست که سکولار دموکرات هستیم ما به ما بپیوندی یا از این، که اصلا این داستان سکولار دموکراسی در عرصه های مختلف بحثایی که همیشه من و شما در برنامه و دیگران کردیم که آقا این وحشتی که جمهوری اسلامی میندازه به جون مردم که سکولاریسم یعنی دین شما رو میگیره، من دیدم شما یه نکته جالبی هم در تارنمای جنبش سکولاریسم در مورد دستگیر شدن دوستمون از جبهه ملی در اون گوشه گذاشتین، بله نوشتین که این نشون دهنده این است که اینا وحشت از سکولار دموکراسی دارن. این آموزش و که چگونه میشه به ایران به جوانان داد که اون وحشتی رو که جمهوری اسلامی در بین مردم در بین خانواده آفریده پاک بشه، یعنی اصلا به کنار زده بشه؟ ببینید، ما همیشه از روز اول بر این نکته تاکید داشتیم که اندیشه‌ای که با نام سکولاریسم شناخته میشه دارای ابعاد مختلفیه و این صفت رو میشود به هر چیزی داد. معناش اینه که کاری که دارید انجام میدید ربطی به مذهب نداره. مثلا میتونیم راجع به پزشکی سکولار صحبت بکنیم که این پزشکی سکولار نمیاد بگوید که مذهب به درد نمیخوره، ولی میگه که آقا من باید بیام تو رو معاینه کنم، نسخه بنویسم، دوا بدم یا جراحی کنم. حالا تو میخوای بری با طناب خودتو به امام رضا ببندی، این ربطی به کار پزشکی نداره، پزشکی سکولار. اما در قبال شما میبینید که جمهوری اسلامی انواع پزشکی اسلامی رو هم اختراع کرده و نمیدونم طب و صادق و غیره. در مورد سیاست هم همینطوره. ما حرفمون اینه که مذهب و دین و به خصوص دینکاران یعنی کارگزاران تفکر مذهبی، اینها نباید بیان قدرت سیاسی رو به دست بگیرن و به علت اون بازوی قدرتمند دولت بتونن مردم رو سرکوب بکنن و عقیده و شریعت خودشون رو به اصطلاح بر مردم تحمیل بکنن. حکومت باید سکولار باشه، یعنی اینکه مذهب و دین بیرون اون قرار بگیرن، بعد چون حکومتی است دموکراتیک خود به خود آزادی همه عقاید و برخوردهای عقیدتی رو تضمین میکنه. اما اگر که شما بیایید برید در حوزه فلسفه و در حوزه فلسفه بگید من سکولارم، خب بحث در اون میشه که یک فیلسوف سکولار نه خدا رو قبول داره، نه دین رو قبول داره، نه پیغمبر رو. ما اصلا وارد اون حوزه نمیشیم. کار ما در حوزه سکولاریسم سیاسیه، به معنی بیرون راندن شریعت و آخوند و دینکار از حکومت و تأمین آزادی همونها، برای اینکه اگر میتوانن برن کار تبلیغی خودشون رو انجام بدن و در قبالش مخالفین اونها هم حق داشته باشند که همین آزادی رو داشته باشن. شما ببینید که یکی از چیزهایی که در مملکت ما حکومت اسلامی تعطیل کرده نو اندیشی دینی،
یعنی این که الان شما میبینید تمام نواندیشان دینی ما فرار کردن آمدن خارج کشور، چون در داخل کشور نه اجازه حرف زدن دارن، نه اجازه نوشتن و اصلا اظهار وجود کردن، به خاطر اینکه یک ورسیون یا یک قرائت معینی از این دین آمده به قدرت رسیده و هیچ گونه ورسیون دیگری رو قبول نمیکنه. حال اون که اگر که یک حکومت سکولار ما داشتیم که مذهب درش راه پیدا نمیکرد، بلکه قوانین و اصولش رو مردمان یک کشور بنابر مصالح تغییرپذیر خودشون ایجاد میکردن، در اون صورت نوع اندیشان دینی هم میتونستن برن کار خودشونو بکنن، مخالفان اندیشین دینی هم میتونستن در اونجا عمل بکنن. بنابراین تأکید ما بر این است که و اینکه ما نوشته ایم که حکومت اسلامی میترسه از این قضیه، به خاطر اولا به شما بگم آقای گوهرزاد که بیشترین صدمه رو به مذهب خود این حکومت زده. یعنی اصلا لازم نیست ما سکولارا بریم و مردم رو از ناامید بکنیم نسبت به آخوند و شریعت و غیره. اینا خودشون به طور سیستماتیک دارن این کار رو میکنن. هر روز جمعه شما تلویزیون رو واکنید، رادیو رو باز کنید، اینقدر خزعبلات میشنوید که بیزار میشید از آنچه که اینا میگویند. بنابراین اصلا نیازی به اون کار نیست. به نظر من با یک حکومت سکولار تازه مذهبیون واقعی باید تلاش بکنن ایمان برباد رفته مردم رو یه طوری به اونا برگردونن که باز این مسئله ما نیست. ما دنبال این نیستیم که ایمان مردم رو بهشون برگردونیم، ولی آزادی میدیم که کسانی که کار مذهبی میکنن هم کار خودشون رو انجام بدن. بنابراین ما در سرلوحه کارهای هم جنبش سکولار دموکراسی که تعلق به کسی نداره، همه هر کسی که سکولار دموکراته خود به خود عضو اونه، و هم در مرامنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان این نکته رو ذکر کرد، این که ما دنبال سکولاریسم سیاسی هستیم به معنی بیرون راندن شریعت، توزیع المسائل، آخوند و دینکار از حوزه حکومت و اعطای آزادی عقیده و بیان برای همه مردم ایران. سپاسگزارم آقای دکتر. پیش از این که به آقای شهبانی بپردازم، اگر ممکنه اعضای انتخابی که الان انتخاب شدن که حزب رو بگردونن و به عنوان هیئت رئیسه هستن و مسائل مختلف، اشاره بفرمایید بهشون تا بعد بریم سراغ آقای شهبانی. بله، بعد از کنگره سکولار دموکرات ها در هامبورگ و اعلام موجودیت حزب طبق اساسنامه حزب، که البته من هرچی اشاره میکنم به مرامنامه و اساسنامه و غیره، همه اینها الان روی سایت حزب ما وجود داره، ISD-party، و طبق اون ما باید انتخابات خودمون رو انجام میدادیم. بنابراین کنگره به نام کنگره مؤسس تشکیل شد و در اونجا چند نفر انتخاب شدن که تعداد اعضای شورای مرکزی حزب 11 نفر هست، که بعد این 11 نفر از میان خودشون یک رئیس شورای مرکزی حزب انتخاب میکنن، یک دبیر کل حزب انتخاب میکنن، یک معاون دبیر کل انتخاب میکنن، و به این ترتیب در واقع مثل هر نهاد دموکراتیکی ما دارای یک قوه مقننه میشیم، یعنی که شورای مرکزی حزب که به وسیله کنگره وسیع حزب انتخاب میشن، و یک دبیر کل داریم که مسئول امور اجرایی حزبه و این دوتا با هم کار میکنند. بعد دبیر کل دست به عرض کنم که فراهم کردن ساختار داخلی حزب که دفاتر مختلف حزب هستن میزنه، معاون خودش رو انتخاب میکنه و همواره در مقابل عرض کنم که شورای مرکزی پاسخگو است. در این انتخابات آقای حسن اعتمادی به عنوان دبیر کل حزب انتخاب شدند و ایشون خانم نسترن علیی رو به عنوان معاون خودشون انتخاب کردند. بنده به عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب شدم. آقای منوچهر یزدیان به عنوان منشی شورا انتخاب شدند
و حالا آقای اعتمادی مشغول عرض کنم که تعیین رؤسای دفاتر مختلف حزب هستند که تا حالا دو سه تاشون مشخص شدند. آقای محسن زاکری به عنوان مسئول انتشارات و رسانه های حزب انتخاب شدند و ایشون همکنون سایت حزب رو به راه انداختند، فیسبوک حزب در دست تهیه است و بعد بقیه عرض کنم که این رسانه های مختلفی که وجود داره. آقای منوچهر یزدیان در عین منشی شورای مرکزی بودند، مسئول دفتر عضویت ها و شاخه ها هستند. الان ایشون کارشون از همه ما بیشتر شده به خاطر اینکه به طور وسیعی داره تقاضای عضویت میاد. ما یه گرفتاری عمده ای که داریم این است که ما روز اول تصمیم گرفتیم که در حال حاضر از ایران عضو نپذیریم به خاطر یک مسئله دوسویه امنیتی. یعنی از یک سو ما نمیخوایم جان اشخاص در داخل کشور به مخاطره بیفته به خاطر پیوندشون با این حزب، و از سوی دیگه نمیخوایم اجازه بدیم که عناصر نفوذی حکومت زیر پوشش عضو بیان توی تشکیلات ما. ولی با این حال میزان تقاضای عضویتی که از داخل کشور دریافت میکنیم زیاده. آقای یزدیان با همه اونها در تماس هستند و سعی میکنن که راه حلی پیدا کنن که ببینیم با داخل کشور چی کار باید بکنیم. ولی در این حال در خارج کشور هم این کافی نیست که به طور کلی کسی بگه که من با سکولار دموکراسی موافقم پس میرم توی این حزب. ما هم دوره کادرسازی و آموزشی گذاشتیم برای متقاضیان و هم اینکه سعی میکنیم در ابتدای ورود لااقل مرامنامه و اساسنامه حزب رو به طور کامل مطالعه کنن، اگر پرسشی دارن طرح بکنن، تا وقتی که میان و به صورت فعال در حزب قرار میگیرند عرض کنم که لااقل یک اشراف کلی به مواضع عقیدتی و فکری حزب داشته باشه. سپاسگزارم. آقای شهبانی عزیز، شما با توجه به این مسئله سنیتون که جوان هستید و به عنوان عضو جوان وارد این تشکیلات حزبی شدین، افزون بر اینکه حالا مسئله شکل‌های مختلف تارنماها و نمیدونم شبکه‌های مجازی و اینا رو در باید کوشش بکنیم و تلاش داشته باشین همه افراد بتونن این رو رشد بدن، خودتون به نگرش سکولار دموکراسی برای ایران در بین ایرانیان که در درون ایران هستن، جوانان، چقدر این گرایش رو می‌بینین؟ یعنی شما برایش تماس شما با نسل جوان بیشتر از تماسی است که من با نسل جوان دارم. شما چقدر این گرایش رو در عرصه های زندگی اونها می‌بینید و فکر می‌کنید که این ضرورت خود به خود گسترشش نشان خواهد داد که چرا اونها می‌خوان که حالا اینکه عضو بشن یا نشون، تشکیلات بتواند یا نتواند داستانی است جدا، ولی اینکه چرا اون گرایش تا چه اندازه رشد خواهد کرد در درون ایران؟ ببینید، در دموکراسی من فکر می‌کنم در بین نسل جوان ایرانیان و حتی در بین نسل مسنتر ایرانیان ساکن خود ایران الان یک مسئله کاملا جا افتاده ای هست. اینکه رأی بگیریم، با هم تصمیم بگیریم چه کار بکنیم، که کسی زور به کسی نگه، تعیین تکلیف برای دیگری نکنه، در بین مردم ایران تا اونجایی که من تو ایران تجربه کردم کاملا جا افتاده است. یعنی برای خیلی از مردم ایران این روشن شده که فرق که جمهوری اسلامی با کشورهای پیشرفته دنیا اینه که جمهوری اسلامی حرف یک نفره، ولی در کشور دیگر دنیا دموکراسی است. ولی سکولاریسم هم تا حدود زیادی جا افتاده در بین مردم، به خصوص نسل جوان تحصیل کرده. شرایط زندگی در ایران جوری هست که اکثر افراد چاره جز تحصیل کرده تر بودن و اهل مطالعه بودن ندارن. یعنی بسیاری از جوانهای ایران حالا چه با علاقه و اشتیاق خودشون چه ناگزیر از شرایط زندگی، افراد تحصیل کرده و مطلعی هستند، به خاطر اینکه زندگی در ایران زندگی پیچیده ای هستش و شما باید خیلی مطلع باشی، خیلی مطالعه داشته باشی تا بتونی گلیم خودت از آب بکشی بیرون. و بین افراد مطلع در ایران سکولاریسم تعریف شده است. اگر هم فرض کنیم درصدی از مردم ایران به درستی سکولاریسم رو معنیش رو ندونن
ولی دموکراسی رو به خوبی معنیش رو میدونن. سپاسگزارم. البته خب در این زمینه باید بیشتر آگاهی رسانی کرد، بیشتر کار کرد، به ویژه اینکه من باورم این است که کارهای خیلی کوچولویی که میشه راحت شنید و راحت دید، کلیپ‌های خیلی کوچیک میتونه به طور روزمرگی در با زندگی مردم طوری در تماس باشه اینا که راحت دیگه هر جوانی بتونه پاسخگوی این پرسش باشه که چرا سکولار دموکراسی نیاز زمانه ما در ایران است. اجازه بدیم برویم به سوی آقای دکتر نوری‌علا و از بهروز عزیزم میخوام که اگه ممکن است زمان رو به من نشون بده که من ببینم که چقدر زمان برای گفتگوی دیگر باقی مونده. آقای دکتر، با توجه به این تشکیل حزب، آیا این مغایرتی با مسئله این پایگاه سکولار دموکراسی شما، این که به عنوان جنبش دارین ISD موومنت خواهد داشت، یا این ISD موومنت خواهد ماند و این ISD داش پارتی کار خودش رو طی خواهد کرد؟ بله، عرض کنم که ما نهایت تلاشمون رو میکنیم که این دوتا موضوع رو با هم قاطی نکنیم. برای اینکه ما دارای تشکلات، احزاب و شخصیت‌های سکولار دموکراتی داریم هستیم که اینها ممکنه که در زمینه مبارزه با حکومت اسلامی راه‌های مختلفی رو انتخاب کرده باشه. در نتیجه مجموعه همه شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی یه چیزی رو تشکیل میدن به نام جنبش سکولار دموکراسی ایران که مال هیچ کدوم از این دستجات هم نیست. فقط یه چند نفر افراد داوطلبی هستند که اینها کارشون تدارکات، یکی سایت این جنبشه و دیگری عرض کنم که تشکیل سالانه کنگره سکولار دموکرات‌های ایران. اینها در جمع خودشون، این هیئت تدارک، نه حق بحث سیاسی دارن و نه اینکه اساسا وارد کار سیاسی به نام جنبش میشن. اینا کارشون اینه که از یک سو بتونن منابع مالی تهیه بکنن که هر سال بتونیم این کنگره رو تشکیل بدیم، از سوی دیگه برن مثلا یه جایی رو پیدا کنن مثل یک هتلی که کسانی که داوطلبانه و با خرج خودشون میان به این کنگره های سالیانه جا داشته باشن، تخفیفی از بابت مخارج باشه و غیره، و در این حال مثلا اون دو روزی رو که دور هم هستن غذاشون رو هم تأمین بکنن. بعدم این که برن صندلی ها رو بچینن، میکروفون رو بذارن، صدا رو نگاه بکنن، نمیدونم پخش زنده رو بتونن موانعش رفع بکنن. اینها کار این داوطلبان کمیته تدارک. اما حزب یکی از نهادهای سکولار دموکراتی است که در جامعه ما به وجود آمده و میخواد رشد بکنه و به تبع خود به خود خود رو جزئی از جنبش سکولار دموکراسی میداند. اما این به این معنی نیست که هر کس تمایلی به جنبش سکولار دموکراسی داشته باشه عضو حزب ماست. ما خیلی مصمم هستیم که در یارگیری و عضوگیری در حزب خودمون دقیق باشیم. شما میدونید که یکی از مسائلی که احزاب خارج کشور باهاش روبرو هستن اینه که کسانی که از ایران خارج میشن و میخوان پناهنده شن در کشورهای مختلف میان در این احزاب اسم میویسن، بعد میرن در دو تا تظاهرات هم عکس میگیرن و بعد یه نامه از حزب میگیرن و میدارن میرن اونجا و میگن که آقا ما فعال سیاسی هستیم، اگر برگردیم به ایران برامون خطرناکه و پناهندگیشونو میگیره. من ضرری در این کار نمیبینم، ولی متاسفانه این عده نه به فکرها و برنامه های اون حزب ها وفادار هستن و نه اینکه بلافاصله پس از اینکه پناهندگیشون درست شد در اون احزاب باقی میمونن. بنابراین ما فکر کردیم که برای اینکه کارمون جدی باشه دنبال آدم جدی بریم و در این حال این آدم ها کافی نیستش که به سکولار دموکراسی علاقه مند بشه، باید دارای تخصص هایی باشن و بتونن در کمیته های تخصصی مختلفی که داره تشکیل میشه شرکت بکنن و بتونن دهش داشته باشن راجع به برنامه ریزی های آینده. بالاخره سکولار دموکرات هایی که
الان 10 ساله که فریاد میزنن که حکومت اسلامی رو نمیخوایم و باید منحل بشه، باید به ملت ایران بگویند که خیلی خوب، اگر این حکومت منحل شد با مسائل مختلفی که جامعه ایران باهاش درگیر هست چه پاسخهایی رو فراهم کردن، در مورد اقتصاد، در مورد کار، در مورد تشکیل خانواده، در مورد مسائل اقوام ایرانی، همه مسائلی که روز به روز به صورت یک کلاف در هم پیچی در آمده است، ما باید برنامه داشته باشیم که بتونیم بگیم که حالا بنده که از عمرم گذشته، ولی دوستانی که روی شاخ این حزب به ایران میخوان برن و در عرض کنم که مبارزات انتخاباتی شرکت کنن، باید به مردم ایران بگویند که چه برنامه هایی دارن، چگونه میخوان این برنامه ها رو اجرا بکنن، و این لازمش وجود افراد متخصص و عرض کنم که وفادار به آرمان های حزب هست که بیان توی حزب. من واقعا چشم انتظار پیوستن این گونه دوستان هستم. ما ایرانی در خارج کشور که داره تخصص های دقیقی هستند و می توانند در ساختن آینده ایران شراکت داشته باشند بسیار داریم. اینها تا به حال پرهیز داشتند از اینکه به احزاب یا سازمان ها و جبهه های سیاسی به عرض کنم که بپیوندند، به خاطر اینکه یه نوعی از تسلط ایدئولوژی دست و پاگیر می ترسیدن. من اعتقاد دارم همونطور که آقای شهبانی هم با اینکه به سختی صداشون رو میشنیدم بیان کردن، اگر بیایند و این مرامنامه و اساسنامه حزب ما رو بخونند، ملتفت خواهند شد که ما کوشیده ایم آخرین پدیده های از کنم که سیاسی تشکیلاتی رو در حزب خودمون پیاده کنیم و جا رو باز بکنیم برای اشخاص متخصصی که دلسوز مملکت خودشون هستن. از شما سپاسگزارم. اجازه بدین که 2 دقیقه باقی مانده بحث رو با آقای شهبانی داشته باشیم، بهشون بگیم که یه جمع‌بندی بکنن از حضور یک جوان در یک حزب جوان. جناب شهبازی در خدمت. خواهش میکنم. به نظر من بهترین فرصت هست در حزب سکولار دموکراسی برای هر جوانی که علاقه‌مند به تاثیرگذاری در آینده سیاسی ایران هستش، بدون اینکه این یک حزب ایدئولوژیک نیستش، این حزب به دنبال رهبری یک شخص خاص بر آینده ایران یا یک عقیده خاص یا یک نوع سیستم ایدئولوژیک یا ولایه دیگر نیست، یک سیستم کاملا بازی هستش با تکیه بر آخرین تجربیات سیاسی جهان و کشورهایی که موفق شدن و پرهیز از اشتباهات کشورهایی که شکست خوردن، و مدل سکولار دموکراسی که در مرامنامه حزب بر اون تاکید شده بسیار پلتفرم و سکوی بازی هست برای آینده یک کشور که عقاید مختلف کنار هم گرد بیان و بتونن هر ایده‌ای برای بهبود کشور دارن پیاده سازی بکنن. یه نکته‌ای هم که من می‌خواستم بگم اینه که امکان مشارکت در سکولار دموکراسی آینده ایران برای کسانی که در داخل ایران هستن و خطرناکه براشون که بتونن با هویت واقعی شرکت بکنن همچنان هستش، که یک فرومی هست برای بحث ها و تبادل نظر در مورد سکولار دموکراسی در ایران که افراد میتونن با اسم مستعار وارد این فروم بشن، تالار سکولار دموکراسی. آدرسش هست istforums.org که کاملا برم چسبید از آدرسش istforums.org که میتونن حتی با اسم مستعار اگر عقیده‌ای دارن، پیشنهاد ایده‌ای دارن که فکر میکنن این باعث رسیدن ایران به یک حکومت سکولار دموکراسی میشه، میتونن با اسم مستعار اونجا بیان، تبادل نظر کنن و هر کسی میتونه اونجا بنویسه و جواب بده به نظرهای دیگران. بنابراین این فرصت هست هم از نظر شرکت در حزب، هم از نظر ابراز عقیده با اسم مستعار وقتی در ایران هستن که بتونن همکاری بکنن و در آینده ایران سهیم باشن. از شما سپاسگزاری میکنم آقای شهبانی، به امید گفتگو در آینده با شما. آقای دکتر نوریالا، اگر نکته ای هست که میخواین اضافه کنین بفرمایید، اگر نه با هم خداحافظی کنیم. عرض کنم که هم تشکر میکنم از حضرت عالی و هم اینکه این نکته ای که آقای شهبانی گفتن در مورد فروم یا اتاق گفتگو، یکی از اولین دهش های ایشون به کار ما هستش. یعنی ایشون داوطلبانه یک اتاق گفتگو باز کردند که همه دوستان ما در ایران، در خارج از ایران
میتونن در اون اتاق وارد بشن، با اسم مستعار لازم نیست خودشون رو معرفی کنن و عقاید و افکار خودشون رو در دید دیگرون بگذارن. سپاسگزارم، به امید گفتگو در آینده. آقای دکتر نوریالای عزیز، خیلی متشکرم، روز خوش. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. فقط من چون به یک نکته اشاره بکنم، این است که در آمریکا انتخابات در حال پیشرفتن هست و انتخابات دیگه فاصله کمتر از 3 هفته برای انجام انتخابات ریاست جمهوری مونده. در حال حاضر مسائل رسوایی های کلامی بیانی که از سوی آقای ترامپ در این میان به بازار سیاست وارد شده، شاید برای اولین بار برگ تازه‌ای رو در سیاست آمریکا نقش میزنه و تا به حال احزاب در انتخابات ریاست جمهوری، دو حزب قدرتمند آمریکا، بحثشون سر باورهای هر دو حزب بود. حزب دموکرات لیبرال هست، حزب جمهوری‌خواه محافظه‌کار هست. حالا این بار اخلاق آمده وارد این مسئله انتخابات شده، اخلاقی که دست کم مسئله 50% جمعیت آمریکا یعنی زنان رو از سوی یک کاندیدا میتونه مورد بی احترامی قرار بده و انتخابات رو از اون صفحه اقتصادی، سیاسی، اجتماعیش که همیشه وجود داشته یک مرحله هم اون سوتر برده و مسئله جنسیت در انتخابات فقط به مفهوم رأی دادن نیست، بلکه این جنسیت در برابر رئیس جمهور انتخابی تا چه اندازه وظیفه داره و به عکس در برابر یکدیگر از نظر اخلاقی چقدر تعهد دارن. به امید روزهای بهتر، به امید آزادی برای مردم ایران، صلح برای مردم جهان. روز و روزگارتون خوش.